در مورد روند صلح که آمریکایا در قطر دنبال میکنند و حالا یک بار دیگر متوقف شده، بیشتر بحث میکنم. آقای صدیق پتمن، فعال سیاسی اینجا در استودیو با من هستن. آقای پتمن، بسیار تشکر که فرصت گذاشتین. روند گفتگوهایی را که آمریکایا با طالبان در قطر دنبال میکردند به حالت سکوت و تعلیق رفته، آخرین موردی که طرف طالبان هم این مسئله را تایید کردند، فکر میکنین بیشتر تاثیر گذاشته تحولات منطقه بالایش، یا اینکه خوب به نتیجه نمیرسه طرف آمریکایی با طالبان؟ ببینین، امیدواری ها زیاد بود برای مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و طالبان که راه باز کنند که مذاکرات مسمر و نتیجه بخش شروع شود. تا جایی که به مذاکرات صلح اعتبار دارد، تا زمانی که طرفین در مذاکرات حضور نداشته باشد و دیدگاه های یکی دیگر در میز مذاکرات مطرح نکند، ما فکر نمی کنیم که ما یک مذاکرات داشته باشیم که به نتیجه برسیم. درست است که استدلال تحریک طالبا که در اینجا امریکایی هستن و افغانستان اشغال کردن و حکومت را به وجود آورده، ولی به هر صورت هیچ جنگی بدون حمایت خارجی و پشتوانه خارجی به این پیمانه که طولانی باشه و به این وسط ممکن نیست. منتها بازیگرا و کمک کننده فرق میکنند و طبعا اهداف هم برای جنگ فرق میکنند. حضور ایالات متحده امریکا در او وقت هم به دعوت حکومت افغانستان نبوده و فعلا هم به دعوت حکومت افغانستان نیستند. یعنی به اساس تشنجی که در منطقه ایجاد شده بود، قوای بین المللی در افغانستان حضور پیدا کردن و پسان بعد از 14 سال تقریبا حضورشان با اساس یک توافق نامه شده که بعد از آمدنشان صورت گرفته. به هر تقدیر وجوهی که امریکایی آمدن یا دلایلی که امریکایی آمدن برای کلگی روشن است که عواملی داشتن که طرف های درگیر در جنگ باعث ازی شده که آمدن. فعلا تا زمانی که مذاکرات بین حکومت افغانستان، ایالات متحده امریکا و طالبان به حیث مذاکرات سی بودی به نظر ما آغاز نشود، ما و شما نتیجه ملموسی را از این مذاکرات به دست نخواهیم آورد. دور مذاکرات بین ایالات متحده امریکا و طالبان نقطه نظرهای هر دو طرف به یکی دیگر روشن ساخته، و اگر چیزی از یکی دیگه به دست می آوردن از نگاه استخباراتی هم شاید تکمیل شده باشد. فعلا زمان عزیز که ما سر واقعیت های موجود در منطقه بحث کنیم و او را بپذیریم، و اگر واقعا می خواهیم به طرف صلح بریم، باید به حیث طرفین صلح در مذاکرات اشتراک کنیم. در منطقه آقای پتمن، دیدگاه شما چی است؟ آمریکایی ها باید افغانستان را ترک بکنن؟ بدون شک که در منطقه هم بحث های بسیار کلانی در مورد خارج شدن امریکا از منطقه مطرح میشه. شما میبینین که پارلمان عراق یک مسئله را تصویب کرد که باید آمریکایی ها برون شوند از عراق. اینجا در افغانستان چی فکر میکنین؟ خروج آمریکایی ها از افغانستان میتونه معضل صلح افغانستان را حل بکنه؟ خروج بی مسئولیت آمریکایی ها منطقه را دیگه هم متشنجتر میسازه و حالات از کنترل خارج میشه، مثل که قبلا خارج شدن و بالاخره قوای بین المللی در افغانستان مداخله کردن. ولی خروج با مسئولیت امریکایی ها میتواند در منطقه استحکام بار بیاره، به خاطر اینکه فعلا جنگی که در افغانستان وجود داره جنگی نیست که بعد از آمدن قوای امریکایی در افغانستان شروع شده. وقتی ما میگیم جنگ 40 ساله، ما و شما 3-4 مرحله جنگ قبل از اینکه امریکایی ها بیاید پشت سر گذاشتیم. مثلا آمدن قوای شوروی به افغانستان در زمان خودش علت اساسی جنگ بودن. بعد از او که شوروی ها بر آمدن، ما و شما حالت بدتر از او داشتیم و همین بازیگرایی که فعلا در جنگ با امریکایی ها هستن یک طرف جنگ بودن و مردم افغانستان هم در وقت همی صلح را میخواستن، ولی با مذاکرات صلح نرسیدن و بین خود جور امریکایی ها نبودن، ولی مجاهدین و طالبان نتانستن بین خود صلح کنن.
هم در وقت قوای خارجی در افغانستان نبودن و عناصر خارجی خود مداخله میکردن اما غیر مستقیم. پس برگشت به حالتی که ما از اون نتیجه نگرفتیم به نفع مردم افغانستان نیست. پیشنهاد ما است که تحریک طالبا درک کند که افغانستان کشوری است در منطقه که باید حفظ توازن سیاست خارجی داشته باشه، یک سیاست خارجی تعریف شده داخلی داشته باشه، همسایه ها مومد ما باشه، ما مومد همسایه ها باشیم و جوی سیاسی فعلی که تشکیل شده یا با من آمده از این باید استفاده صورت بگیره. طالبا به حیث یک نهضت یا به حیث یک تحریک یا به اصطلاح خودشان که امارت بودن در اینجا با هر نامی که بگیری به حیث یک طرف مطرح است و از این مطرح شدن باید یا سود ببرن، هم به نفع تحریک خود، هم به نفع مردم افغانستان و هم برای آیندهشان. به خاطر از اینکه هم اگر بگویم که ما در وقت جهاد مجاهدین بودن حق دارن که از اون نفع ببرن، اگر بگویم که در مقابل امریکای جنگیده از این باید نفع ببرن. یعنی فعلا وقت حاصل گرفتن مبارزات طالب هستن که از این مبارزه خود به زعم خودشان باید بهره بگیرن، نه که پس به یک جنگ تعریف نشده شامل شود و فرصتی که برای به صلح به دست آمده ای را از دست بده و متفرق و متواری در کشورهای بیگانه و همچنان در داخل افغانستان همیشه زیر تهدید و زیر فشار باشد. بسیار کوتاه قیمت من فکر میکنین به دیدگاه طالبان کوتاه بیاین، یعنی بپذیرن یک چنین چیزی را که شما مطرح میکنین؟ خب چیزی که به نفع افغانستان و چیزی که به نفع طالبان راه مذاکرات صلح هستند و هر کی که با طالبان گفته که شما با حکومت افغانستان مذاکره نکنید و با آمریکا مذاکره کنید مشوره نیک نیستند. ما میگیم هم با آمریکا مذاکره کنید و هم با حکومت افغانستان و حتی مذاکرات سه جانبه باشد. بسیار کوتاه یک مورد دیگر را اشاره کنین که در درون افغانستان اجماع میان حکومت و حوزه سیاست نمیتونه یک مشکل جدی باشه، هرچند که حالا وجود داره. نه، به خاطر از اینکه ما حکومت از نگاه کفایت برای شما تعریف نمیکنیم که حکومت با کفایت است یا بی کفایت. از نگاه موجودیت سیاسی و نمایندگی سیاسی ما و شما حکومت داریم. وقتی حکومت داخل مذاکرات شد سیاسیون مجبوراً به دور حکومت باید جمع شود، چون سیاسیون بجز صلح دیگه چیز نمیخواهد و راه رسیدن به قدرت در افغانستان فعلا تعریف شده. خب شاید اشکالشان فرق کنه ولی قدرت از نگاه به قدرت رسیدن از نگاه نظامی فعلا تقریبا در تمام دنیا منتفی هستند و یک چیزی که در تمام دنیا منتفی است و مرواج نیست و از مود افتیده، ما چطور سر از پس چی کنیم که ما پس از امور آمه؟ یعنی با فشاری برای یک حل نظامی به نفع هیچ کسی نیست، نه با سیاسیون افغانستان، نه تحریک اسلامی طالبان و نه حکومت افغانستان. ممنون حضورتان آقای صدیق پتمن، فعال سیاسی. سپاسگزارم. شکر.